بجز خونریزی های شدید و پرکلمسی و اکلمسی، عوارض شدید دیگه‌ای وجود داره که میتونه جان مادر رو به خطر بندازه. از جمله این عوارض عفونت ها هستن. عفونت ها میتونن اگر که در بدن زن باردار ایجاد بشن، به این دلیل که سیستم ایمنی مادر ضعیف هست، خیلی زود در بدن منتشر بشن و باعث ایجاد سپسیس بشن یا عفونت منتشر در بدن و در نتیجه مرگ مادر رو به دنبال داشته باشد. خب این عفونت ها میتونه حاصل این باشه که عفونت های ساده ای رو مثل عفونت ادراری یا عفونت های دیگری که در بدن هست درمان نکنیم، تبدیل بشه به یک عفونت شدیدتر، بتونه منتشر بشه و دستگاه های بیشتری از بدن رو درگیر بکنه، یا اینکه میتونه به دلیل این باشه که کیسه آب جنین خیلی زود پاره بشه. چنانچه کیسه آب پاره بشه، ما باید حتما زایمان رو در 24 ساعت اول انجام بدیم. اگر این کار رو نکنیم میتونه که خطر عفونت رو در مادر افزایش بده و در نتیجه ما هم جنین رو از دست بدیم هم مادر رو. بنابراین چنانچه علائمی از عفونت رو مشاهده کردیم، به طور مثال اگر تب داشتیم یا اگر که کیسه آبتون پاره شد، حتما خیلی زود مراجعه بکنید به پزشک، به خاطر اینکه باید درمان مناسب رو دریافت بکنید و در نتیجه این درمان ها باید موضوع عفونت رو در بدن شما منتفی بکنه. دیگه عوارضی که مادر دوران بارداری مواجهیم باش و به خصوص در سالهای اخیر افزایش بیشتری پیدا کرده، بحث ترومبوآمبولی هست. همطور که میدونید در دوران بارداری کلن ما استاز خونیمون افزایش پیدا میکنه. استاز خونی یعنی این که خون تمایل پیدا میکنه به توقف و هر جا که خون متوقف بشه ما لخته شدن خون رو شاهد هستیم. تغییراتی که در به صورت فیزیولوژیک در بارداری اتفاق میفته، شانس لخته شدن خون رو در بدن افزایش پیدا میکنه. بنابراین چنانچه مادر کم تحرک باشه، مایعات کم دریافت بکنه و یا بیماری های به صورت ژنتیک زمینه هایی رو داشته باشه که لخته شدن خون رو تشدید بکنه، میتونه که این مادر در معرض ترومبوآمبولی قرار بگیره. از شایع‌ترین علامتی که ما در ترومبوآمبولی داریم، ورم یک طرفه اندام‌های تحتانی هست. خیلی ما ممکنه مواجه باشیم با مادری که زایمان کرده و اومده و می‌بینیم که یک پاش ورم داره، گاهی کبودتره یا رنگ پریده است و در نتیجه این میتونه نشونه ای از ترومبوآمبولی باشه. در این موارد هم فرد خیلی زود باید خودش رو به دکتر برسونه تا درمان مناسب براش صورت نگیره. در غیر این صورت میتونه که جان مادر رو تهدید بکنه. یک عارضه دیگری که ما در بارداری باهاش مواجه هستیم، عوارض شدید قلبی عروقی هست. گاهی یک مادری که یک سابقه از بیماری قلبی داره، وقتی که تمایل پیدا میکنه به بارداری، ممکنه که بیماری قلبیش تشدید بشه. یا اینکه مواردی داریم که مادر از قبل بیماری قلبی شناخته شده ای نداره، اما در حین بارداری بیماری شناسایی میشه. از اونجایی که کارکرد قلب و عروق در دوران بارداری به شدت افزایش پیدا میکنه، بنابراین بار اضافی به قلب زن باردار تحمیل میشه و چنانچه اون قلب از پیش نارسایی داشته باشه یا مشکلی داشته باشه، طبیعتاً در بارداری این تشدید میشه و میتونه جون مادر رو به خطر بندازه. بنابراین در مراقبت هایی که پزشک میکنه، از پزشک یا ماما انجام میده، از زن باردار باید به این نکته توجه بکنه و اغلب اوقات معایناتی که ما انجام میدیم، اندازه‌گیری فشار خون و آموزش هایی که به زن باردار میدیم، قاعدتاً باید کمک بکنه که ما پیشگیری بکنیم از این عوارض. و اینکه مادر باید هوشیار باشه و این میزان آگاهی زن باردار طبیعتاً کمک میکنه که به موقع به پزشک مراجعه بکنه و درمان مناسب رو دریافت بکنه. امیدوارم که همگی سالم باشید و بارداری و زایمان خوبی رو سپری کنید.